آرش میگن که انگار عوامل حکومت گفتن که تظاهرات تموم شده. یکی این که فیلم های دیشب داره میاد، ما دیشب حدود 8 تا شهر رو تونستیم تایید کنیم که در اونها اعتراضات شکل گرفته، به رغم فشار، به رغم حضور هزاران مامور امنیتی و انتظامی، از جمله دسفول بود و چند شهر دیگه، نوشهر بود در مازندران. اما فیلم هایی که الان میاد نشون میده که برخی شهرهای دیگه بوده. به طور مشخص من میتونم از ارومیه در آذربایجان غربی مثال بزنم. یه راهی که شما بینندگان ما میتونید به ما کمک کنید در انتشار اخبار، میدونم فیلترینگ هست، میدونم دسترسی به تلگرام سخت شده، اما شما میتونید از طریق تلگرام صدای آمریکا برای ما فیلماتون رو بفرستید. فقط کافیه که تو ابتدای فیلم بگید که امروز چند شنبه است، چه تاریخیه و کجا هست. همین به ما کمک میکنه که ما تایید کنیم که این اعتراض امروز بوده یا روزهای قبل، چون الان در این یه هفته بیش از 1000 فیلم به ما رسیده و خیلیش تکراری به ما میفرستن و ما باید خیلی دقت کنیم، چون متاسفانه جمهوری اسلامی به جایی که اطلاع رسانی کنه فقط دنبال این هست که خدای نکرده ما اشتباه کنیم و این اشتباه ما رو هی تکرار بکنه، بگه اینها دارن تشویق به راهپیمایی میکنن، در حالی که ما کارمون نیست، ما فقط میخوایم اطلاع رسانی بکنیم. پس یه نکته این بحث اعتراض هاست و فیلم هاش که الان متوجه شدیم که شب گذشته اعتراض در چند شهر دیگه هم بود، تازه فیلم هاش به ما رسیده. نکته دوم امروز پنجشنبه این هست که خیلی از خانواده ها رفتن مقابل اوین و معترض هستن. فیلم هایی به دست ما رسیده که تا دقایق دیگر اینا رو منتشر میکنیم رو حساب های شبکه اجتماعی صدای آمریکا. در این فیلم ها نشون داده میشه که خانواده ها رفتن و مطالبه این رو میکنن که اعضای خانواده ما بازداشت شده، چرا بازداشت شده، چرا کسی پاسخگو نیست و اینها. به هر حال از دیروز ما این فیلم ها رو داشتیم، یعنی یه سری دیروز منتشرش کردیم که درویش بودن، درویش گنابادی رفته بودن جلوی اوین و امروز خانواده های دیگر رفتن. اتفاقا همین میخواستم بگم، مثلا که دیروز هم نشستی جلوی زندان اوین بوده. تجمع بود. جالب اینه که این تجمع کنندگان هیچ نه شعاری میدادن و اینها، به اونها باز حمله شد و خیلی متاثر کننده بود این فیلم ها. نکته دیگه تعداد معترضان هست. یک هفته از این اعتراضات گذشته تا دیشب که چهارشنبه شب بود، تقریبا به طور قطع میتونم بگم هر روز بیش از 10 شهر در ایران شاهد اعتراضات بود. و نکته جالب اینه که الان مقامات ایران سعی میکنن اینو اصطلاحا کوچیک نشون بدن. به طور مشخص آقای وزیر کشور ایران رحمانی فضلی گفته که کل کشور 42,000 نفر تجمع کرده بودن. مکارم شیرازی گفته که 6,000 نفر بودن کل کشور و فرمانده سپاه گفته 15,000 نفر. نکته قابل توجه اینه که ما یه نقشه روی سایت صدای آمریکا در صفحه ویژمون داریم که روز به روز شهرهای محل تجمع رو نشون میده و در این نقشه اگر بینندگان ما برن نگاه کنن، به طور قطع میتونم بگم بیش از 90 شهر در این یه هفته، 90 شهر بزرگ شاهد تجمع بود. حالا ما خیلی از شهرهای کوچیک رو خبر نداشتیم، به ما تاییدیهشو ندادن، به ما گزارششو ندادن، به همین دلیل ما قطعی نمیتونیم در مورد اون حرف بزنیم، ولی در اون شهرهای بزرگ و مراکز استانها که ما فیلمش داریم 90 شهر بوده و اگر دست کم 1,000 نفر در این شهر تجمع کرده باشن میشه 90,000 نفر. بنابراین حالا ما تخمین نداریم. فیلم هایی ما داریم که مثلا در تجمع شهر رشت، در تجمع 9 دی تهران، در اصفهان، در اهواز، در شیراز، ما فیلم هایی داریم که اگر بینندگان ما ببینن، چون خیلی واید و گسترده نشون میده، عملا بیش از 1,000 نفر هستن و به نظر میرسه که این آمار، این دستکاری در هدف مقامات حکومتی است برای اینکه بگن کوچیک بوده این تجمع. اصلا وقتی که خود مقامات مختلف
اعداد مختلف و آمار مختلف میدن، این یعنی اصلا علمی نیستش، واقعی نمیتونه باشه. و سابقه شو داریم گیتا، در سال 88 که اعتراضات 25 خرداد اون تجمع میلیونی بود، چند میلیونی، مقامات اول گفتن 600-700 هزار نفره، بعدها تو گزارش های محرمانه که ارائه دادن و علنی شد، معلوم شد که حدود 3 میلیون نفر در تهران تجمع کرده بودن. نکته سوم، پوشش خبری در رسانه های ایران هست. اینقدر در واقع آشور شده که نماینده مجلس محمود صادقی از صدا و سیما انتقاد کرده، گفته که چرا اینقدر سانسور کردید، خب مردم حق دارن اعتراض کنن. اینها همه اینا رو کنار هم بذاریم، این بخشی از خلاصه خبرهای امروز در این حال ما داریم دنبال می‌کنیم ببینیم که چه می‌شود. همین امروز هم چون مقامات حکومتی در چند شهر تجمع‌های کوچیکی برای حمایت از حکومت برگزار، حالا همین تو گفتی که انتقاد شده از صدا و سیما که سانسور کردن مال معترضین رو، ولی یه دونه رو ظاهرا در حمایت از دولت و یا بگیم جمهوری اسلامی خیلی مثل این که بزرگش کردن که اینجا تو رسانه هم بهش پرداخته بودن. حالا واکنش به این تظاهرات طرفدار دولت چی بوده؟ نکته قابل توجه این است که یک اعتراض خیلی از مردم همینه، بگن ما اومدیم تو خیابون تجمع سکوت، اصلا شعارهای تند ما هیچی، تجمع سکوت برگزار کردیم. شما تصویری که از ما نشون دادید آشوبگر و تخریب کننده و حمله کننده به بانک بود، اما چرا خودتون میای تجمع میکنید، پخش زنده میشه و تصاویر مختلف هم تصویره میشه و اینها. در واقع این به بی‌عدالتی اعتراض دارن. واقعیت اینه که خب ما در روزهای گذشته از مقامات حکومت و دولت، من ترجیح میدم دیگه با هم استفاده کنم، از ایران، از مقامات ایران شنیدیم که اعتراض حق مردمه. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگشت گفتش که اعتراض حق مردم هست. محمد جواد ظریف توی توییتر خودش به انگلیسی نوشت که در واقع حق مردم ایران حق اعتراض و حق رأی دارن. در مقابل ما فیلم های متفاوتی نشون داریم روز گذشته به بینندگانمون که اگه مردم حق دارن چرا در تهران فضای امنیتیه، چرا در اصفهان، در شیراز، در تبریز، در همدان، در مشهد، در کرمان، در یزد، همه این شهرها فضای امنیتیه. بیش از 1000 مأمور انتظامی و گشت شورش و اطلاعاتی و بسیج حضور دارن. نه تنها حضور دارن، بلکه همین دیشب 3 فیلم برای ما فرستادن و تو اون 3 فیلم دیدیم که بسیجی ها به مردم حمله میکنن. حتی 2 نفر که با هم سلام علیک میکنن به هم حمله میکنن، نمیذارن اینو به هم بدرن. به همین دلیل به نظرم این تناقض بزرگ است که خیلی از مردم از هم سوال میپرسن. ممنون، مرسی آرش. در ادامه برنامه تا یه روز باز هم حتما برنامه رو تحولات رو دنبال میکنیم با تو. معرفی فیلتر شکن، برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر از سایفون استفاده کنید. کافی است یک ایمیل خالی به آدرس pnn@psiphone3.com بزنید. همطور که گفتیم ایران امروز هم شاهد ادامه تظاهرات طرفداران دولت بود. در همین حال تظاهرات مردمی نیز به رغم اعلامیه‌های پی در پی مقامات در مورد پایان گرفتن اعتراضات، با توجه به حضور نیروهای امنیتی در سطوح کوچکتر ادامه داشت. جزئیات بیشتر در گزارش اشکان سلطانی. در ایران رسانه‌های دولتی پس از گذشت یک هفته از تظاهرات اعتراضی مردمی در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ و کوچک ایران می‌گویند اعتراض‌ها پایان یافته است. با این همه در شبکه‌های اجتماعی ایران امروز هم ویدئوهایی حاکی از اعتراض و تجمعات مردمی منتشر شده است. خبرگزاری های مستقل از جمله اسوسییتد پرس نیز پس از گفتگو با مردم در کوچه و خیابان میگویند نگرانی از وضع اقتصادی و نرخ بالای بیکاری که در بعضی شهرها به 40% میرسد جان مردم را به لبشان رسانده و ادامه وضع را برایشان غیر ممکن کرده است. مشکل اعتیاد و ازدواج و مسکن و همه اینا مشکلاتش هست. بسیاری از تحلیلگران میگویند آنچه به مردم به رغم نداشتن رهبر و سازماندهی توانایی اعتراض سراسری داده است، شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام است که دولت آنها را مسدود و اعتراض‌ها را محدود کرده است.
مقام‌های ایران در گزارش‌های خبری درباره حمایت گسترده مردم و پشتیبانی از سیاست‌های رهبر ایران می‌گویند و تأکید می‌کنند حضور به موقع هواداران دولت فتنه مخالفان را در استفاده از نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی خاموش کرد و حالا تنها خواست مردم بهبود وضعیت معیشتشان است. در همین حال واشنگتن گفته است که احتمالاً هفته آینده و همزمان با بررسی دوره‌ای پایبندی ایران به تعهدات توافق هسته‌ای، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال خواهد کرد. مقام‌های ایران ضمن متهم کردن آمریکا و عربستان برای دخالت‌هایشان در بروز نارامی در ایران، با مقصر قلمداد کردن بودجه پیشنهادی حسن روحانی که به گفته آنها موجب گرانی سوخت و اقلام غذایی شده است، خواهان لغو آن شدند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا. مایک پنس در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا. پیام پرزیدنت ترامپ و من واضح است. برخلاف گذشته، این بار آمریکا در کنار معترضان شجاع ایران که برای آزادی زندگیشان را به خطر انداختند خواهد ایستاد. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است تظاهرات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را نتیجه شرایط اقتصادی فلاکتبار طبقه کارگر دانسته. شاهزاده رضا پهلوی در همین مصاحبه بر نقش مردم ایران تاکید گذاشته است. شهلا آراسته گزارش می‌دهد. من به مردم ایران میگویم اگر غرب تصمیم به کمک به ما بگیرد عالی است. امیدوارم این کار را بکنند. ولی بگذارید روی آن حساب نکنیم. ما فقط می توانیم روی خود حساب کنیم و تنها می توانیم امیدوار باشیم این بار خارجی ها درک کنند که باید با مردم ایران کار کنند و این رژیم در حال زوال است. هر اصراری برای حفظ شرایط موجود به معنای واقعی کلمه سیلی به صورت مردم ایران است. هنوز بر گفتگو با این رژیم اصرار می شود. تا کی می خواهید بر این اصرار کنید؟ شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت علت اصلی جنبش جاری مردم ایران شرایط اقتصادی و زندگی فلاکتبار مردم ایران است که آنها را وادار به ابراز خشمشان کرده است. ولی موضوع فراتر از آن است و به نقطه و دلیل مربوط است که چرا شما در درجه اول به این آشفتگی رسیده اید و آن نه فقط به دلیل عدم مدیریت بلکه به دلیل قائل نبودن اهمیت برای مردم است. رژیم به طور سیستماتیک برای حفظ خود کار کرده و منابع کشور را برای حمایت از شبه نظامیان و خراج‌گذاران خود چه در سوریه و لبنان و چه جاهای دیگر و یا برای حزب الله صرف کرده. تا کی انتظار دارید مردم صبر کنند و با سختی و مشقت اقتصادی سر کنند، با بیکاری و تورم و این وضعیت سر کنند؟ شاهزاده رضا پهلوی تاکید می‌کند زمان آن رسیده که گروه‌های سیاسی مختلف در کنار هموطنانشان بایستند و آزادی از این نظام را مطالبه کنند. If we want to minimize bloodshed, the role of the military and paramilitary forces becomes very important. مهم است درک کنیم اگر می‌خواهیم خونریزی را کاهش دهیم، نقش نظامیان و نیروهای شبه نظامی بسیار مهم است. آنها باید تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند در کنار مردم بایستند یا در کنار رژیم، و اینکه مردم درک روشنی داشته باشند که این رژیم پایگاه محکمی ندارد و برای نظامیان و شبه نظامیان این امکان را فراهم کنند تا با رها کردن نظام به مردم بپیوندند. بخشی از این به میزان حمایت بین المللی بستگی دارد و به این معنی که این بار تا چه حد از مردم حمایت می‌کنند یا آنها را بار دیگر رها کرده و به ادامه شرایط فعلی و مذاکره با رژیم اصرار خواهند ورزید. شاهزاده رضا پهلوی واکنش دولت کنونی آمریکا را در تضاد کامل با دولت پیشین توصیف کرد. Well, it is in sharp contrast to the preceding administration is for sure. مطمئناً تا آنجا که میتوانم بگویم کلماتی که در چند روز اخیر از پرزیدنت ترامپ و نیکی هیلی شنیدم نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد کاملاً متعهد به پاسخ دادن به تقاضای مردمند. Responding to the people's demand. شاهزاده رضا پهلوی گفت پیام من به جهان این است که اجازه ندهید بار دیگر مردم ایران خاموش شوند، کاری که برخی از دولت‌های دیگر کردند. شهلا راسته، صدای آمریکا، واشنگتن. اعتراضات اخیر در ایران بار دیگر این کشور را در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار داده است. واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران به این اعتراضات غیرمنتظره خشونت‌بار و تهدید به سرکوب بیشتر بوده است.
با این حال گسترده بودن اعتراضات مقامات امنیتی را غافلگیر کرده و آنها را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرد برای مردم ایران که تلاش میکنند قدرت را از حکومت فاسدشان پس بگیرند احترام زیادی قائل است و آمریکا در زمان مناسب از آنها حمایت عظیمی خواهد کرد. اما در این برنامه نگاهی داریم به نظرات کارشناسان ایرانی و مقامات آمریکایی که نظرات خودشون رو درباره اعتراضات سراسری در ایران با صدای آمریکا در میان گذاشتند. کارشناسان در این گفتگوها به دلایل وقوع اعتراضات که در مشهد آغاز شد و به شهرهای دیگر ایران توسعه یافت اشاره کردند و گروهی دیگر نیز موضوع حمایت خارجی از معترضان را بررسی کردند. در واشنگتن مایکل انتون معاون مدیریت ارتباطات استراتژیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صدای آمریکا میگوید ایالات متحده نگران اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی علیه معترضان است و اوضاع را زیر نظر دارد. در بعد اقتصادی اما فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در ایران درباره مشکلات موجود اقتصادی توضیح می‌دهد و میگوید که چه اخشاری در اثر این مشکلات تحت فشار زیاد و از وضعیت موجود در ایران ناراضی هستند. به نظر من طبقه کارگر که البته بدتر از اونها اون 5.6 میلیون بیکار هستند و زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار ولی به طور کلی این طبقه کارگری که خیلی دست نمیبینه 3 میلیون از این 5.6 میلیون بیکار کارگرن. حداقل دستمزد در سطحی تعیین شده که 70% کارگران زیر خط فقرن و بعد هم ما پیشاپیش میدونستیم که این اتفاق میفته. ادعای پیشگویی پیامبرانه نمی کنم ولی میدونستیم، خیلی ها میدونستن، برای که مرتب تظاهرات کارگری بوده، اعتصابهای کارگری بود و بی‌اعتنایی دسته های مختلف، حتی همین دولت که ادعا میکنه که مثلا درست میخواد به آزادی ها بها بده که نمیده. فریبرز رئیس دانا درباره تغییر محتوای شعارهای معترضان به صدای آمریکا گفت وقتی مسئولان به اعتراضات بی توجه شوند و سرکوب کنند شعارها تندتر می شوند. ابوالحسن بنی صدر نیز می گوید شعارهای معترضان بیانگر دیدگاه و اهداف آنهاست که به گفته او گویای نفی جمهوری اسلامی است. آقای بنی صدر می گوید معترضان در نظام موجود راه حلی برای رسیدن به خواستهای خود نمی‌بینند. زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌نویسد: نمی‌دانستم عربستان از چنان قدرت توانمندی برخوردار است که بتواند هزاران تن از جوانانمان در شهرهای بزرگ و کوچک را به خیابان‌ها بکشاند. زیبا کلام به طعنه می‌گوید: طی 40 سال گذشته هر تظاهراتی در ایران کار دشمن بوده است. سایت انتخاب نزدیک به حسن روحانی به نقل از محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور می نویسد طراح اصلی اتفاقات اخیر ایران یک آمریکایی به نام مایکل آندریا است. مقام قضایی گفته است آندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم CIA آمریکاست و اتاق عملیاتی از سزل آمریکا، صهیونیست و آل سعود برای ناآرامی‌ها در ایران تشکیل شده بود. نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به گزارش سایت آفتاب گفته است برخی دستگیر شدگان در قم فرزندان سرمایه‌داران هستند. علی سعیدی افزوده است شکاف طبقاتی در کشور مشکل آفرین شده و سرمایه‌داران بیشترین ضربه را به نظام می‌زنند. آقای سعیدی با دفاع از سهم بزرگ روحانیون حکومتی در بودجه دولتی گفته است اسلام در خطر است و باید از حوزه‌های دینی حمایت شود. آزی 31 ساله نام یکی از رهبران معترض تهرانی است که صبح چهارشنبه در مصاحبه تلفنی با فاکس نیوز گفته اینجا جهنم واقعی است. او در ادامه گفته این یک انقلاب واقعی علیه ملاهاست. ایران به پا خواسته. از پرزیدنت ترامپ برای حمایتش تشکر می کنم ولی ما به حمایت بیشتری نیاز داریم. بر اساس یکی از منابع اطلاعاتی آمریکایی و همانطور که در رسانه‌های دولتی ایران توضیح داده شده، امکان تظاهراتی در مقیاس گسترده‌تر در 2 سال گذشته وجود داشته است. شروع این اعتراضات به چند ماه پس از لغو تحریم‌ها توسط دولت باراک اوباما که بخشی از توافق جامع مشترک سال 2015 بود و به ایران دیل شهرت داشت برمی‌گردد. زمانی که بسیاری احساس کردند که این توافق منفعت مالی برایشان نخواهد داشت. جوانان ایرانی به خصوص کسانی که طرفدار تغییر هستند عمدتاً از طریق رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌هایی همچون اینستاگرام و تلگرام فعالیت می‌کنند.
مقامات ایرانی نیز در پاسخ به این فعالیت‌ها شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند که کار را برای هماهنگ کنندگان اعتراضات دشوار کنند. اما معترضان با استفاده از خلاقیت بیشتر این ممنوعیت‌ها را دور زدند. آزی در ادامه صحبت‌هایش گفته اوباما به مردم ایران خیانت کرد. او در واقع به آخوندها باج داد و با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همکاری کرد و به مردم سوریه هم خیانت کرد. اما پرزیدنت ترامپ این کار را نکرد و این یک استثنای واقعی است. آزی در ادامه گفتگویش با فاکس نیوز گفت ما خواهان تحریم‌های بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی هستیم. این حکومت پول‌های ما را دزدیده. آمریکا نباید بخشی از حکومت ملاها باشد. این معترض ایرانی گفته از سرنوشت دوستانی که در تظاهرات بازداشت شده اند اطلاعی ندارد، اما می داند که آنها آماده مبارزه تا پایان راه هستند. آزی در ادامه گفت این بار تا پای مرگ می ایستیم. این بهای آزادی است. ما نمی ترسیم. من برای آزادی می جنگم. ممکن است امشب کشته شوم. ایرانیان دیگر نیز در گفتگو با فاکس نیوز گفتند حکومت ملاها دیگر باید برود. نیک دانشجوی 27 ساله رشته مهندسی در تهران است که میگوید مسئله فقط مشکلات اقتصادی نیست، بلکه مشکلات سیاسی است. مردم دلایل زیادی برای اعتراض دارند، مشکلاتی که صبر آنها را از بین برده. تمام پولهایی که در زمان توافق هسته‌ای به ایران داده شد صرف نیروهای امنیتی در سوریه و لبنان شد و همه مردم این را میدانند. نیک در ادامه گفت ما به مبارزه‌مان تا سرنگونی این رژیم ادامه می‌دهیم. ما از حمایت پرزیدنت ترامپ متشکریم، اما ما به حمایت همه کشورها نیاز داریم و نباید سکوت کنند. یکی دیگر از هواداران سازمان مجاهدین خلق در گفتگوی تلفنی با فاکس نیوز گفت بیشتر تظاهرکنندگان ایرانی جوانان، دانشجویان و بسیاری از محصلان مدارس هستند. هارون نام دانشجوی 23 ساله رشته ارتباطات است که از تظاهرکنندگان اخیر است. به گفته هارون از آنجایی که دانش آموزان و مردم عادی پوسترهای رهبران حکومت استبدادی ایران را پایین کشیده و پاره می کنند، توسط پلیس زخمی و کشته می شوند. هارون گفت ما به کمک آمریکا برای پایان دادن به عمر رژیم نیاز داریم. با گسترده تر شدن تظاهرات خشونت علیه معترضان نیز افزایش می یابد. همکنون همکارم افشار سیگارچی اینجا در استودیو با ما هست تا ببینیم که برنامه روی خط امروز افشار به چه موضوعی دقیقا خواهیم پرداخت. به مباحث مختلف امشب در برنامه روی خط میپردازیم. در ابتدا به آنچه دیروز در ایران گذشت خواهیم پرداخت. حدودی در برنامه دیروز مردم شرکت کردن، از شرایط شهر و مشاهداتشون برای ما گفتن. به رغم اینکه حکومت میگفت که جو خیلی آروم شده، اما باز داشتیم در چند شهر ایران، البته یه مقدار به تعداد شهرها کمتر شده، اما کماکان مردم در شهرهای مختلف حضور داشتن. امروز هم میخوایم بپردازیم گزارش دقیق‌تری از اون چه دیروز گذشت و از شرایط شهری که در اون زندگی میکنن امروز برای ما بگن که به چه صورته، چون فیلم هایی که حداقل برای ما ارسال شده تا اینجای کار نشون داده که شهرها از جو امنیتی بسیار بالایی برخورده و تعداد زیادی نیروی یگان ویژه در خیابان هست. مباحث دیگری که بخوام بهش اشاره کنم بحث فیلترینگ و قطع اینترنت در ایران هستش، یه مشکلی که برای مردم میمونه باعث شده که ارتباطشون با مشکلات و محدودیت‌های روبرو بشه، اما کاربران در شبکه‌های مجازی این رو به فال نیک گرفتن. به چه صورت؟ به این صورت که همیشه خب اینا از فیلتر شکن دارن استفاده میکنن. در طول روزهای عادی سالم برای یوتیوب رفتن، فیسبوک رفتن، نیاز دارن که فیلتر شکن داشته باشن. یه امتیاز خیلی مثبت شاید بشه گفت در این روزها این بوده که شاید اگر تا قبل از این در واقع اعتراض‌های مردمی جوان‌ها فقط فیلتر شکن داشتن، امروز پدرها، مادرها، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها هم دیگه میدونن فیلتر شکن چیه و همه اونها هم در گوشیشون و کامپیوترشون بالاخره یاد گرفتن که از چه فیلتر شکن‌هایی باید استفاده کنن، چطور میتونن فیلتر شکن جدید پیدا کنن. و این خب یه دستاورد، یعنی همه چیز رو نباید خیلی بد دید، چون جوان‌ترها که به هر حال میدونستن که با فیلتر شکن و تغییر آی پی میتونه از این محدودیت‌ها گذر کنن. خب الان میبینیم که پدر و مادرها هم به این عرصه پیوستن و خب عملاً قدرت تاثیرگذاری مسئله رو میگیره. شاید 88 تاثیر خیلی بیشتری داشتیم بحث قطعی اینترنت و فیلترینگ، ولی خب امروز به تبع خیلی بس متفاوت شده. یه بحث دیگه هم که بود، وزیر کشور به تازگی اشاره کرده که اعتراض‌های مردمی به بهترین شکل ممکن حل شد. اینو میخوام از مردم بپرسیم که به چه شکلی حل شد؟ مشکل مردم حل شد یا نه؟ فقط دغدغه حکومت از حضور مردم در خیابان‌ها. و نکته مهم‌تر اینه که
مردم اعتراض داشتن، 7 روز به خیابون اومدن، گفته میشه که بین 20 تا 25 کشته داشته، بیش از هزاران نفر بازداشت شدن و خب تعداد بسیاری که زخمی هستن و که البته آمار دقیق از اون در واقع منتشر نشده. با اینها سوالهایی که ما حتما از مردم خواهیم پرسید که به چه صورت این بهترین شکل ممکن بود که میتونستن با این اعتراضات برخورد بشه. و یه نکته مهم که در طی این روزها اونقدر که از اموال عمومی صحبت شد، یک نفر از حق شهروندان ایرانی، از اینکه آقا مشکل شما چیه، چرا به خیابون ها آمدید، چرا نپرسید، این مباحثی که امشب خیلی طولانی هم شد این بخش من و خب خیلی هم واقعا گسترده که واقعا شایسته این موضوع تحولات هست. ممنون از شاره سیگارچی، متشکرم.